سلام بیننده عزیز، برنامه یک ورزشگر است از یوتیوب کانال جوانان تیوی. ما تصمیم گرفتیم در این برنامه بخشیده به روز پرچم ملی با یکی از پرچم برداران کشور در عرصه بین المللی، قهرمان سامبوی جهان اکملدین کریموف صحبت نماییم. In blue uniform, اکملدین کریموف، تاجیکستان. چی و یا کی شما رو به میدان ورزش آورد؟ شوق و ذوق، خواهش، تصادف و یا چیز دیگر؟ من از خردی ذوق داشتم به گوشین‌های ملی، به گوشین‌های مثلا میدانی بساتر در گوشین‌ها خردسالیم در برآمد میکردم و مرا برادرم علیشیر کریموف دیده و به من گفتن که شما در ورزش گوشین مشق میکنید، مقصد در این میدان ها. من از پیش خود برآمد میکردم، گوشین میگرفتم و برادرم رو دیده به تالاری مکتبی در تالاری دینامو که در اونجا استاد محمد شریف سلیمانوف بود، ما رو برده تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن. از امون سال 2006 یا که 5 تا این جانب ما همین رشته رو قپیده مش کردیم تا به این قلعه بلندی ورزشی نوری گشتیم. هنگامی در میدان رقابت بودن، چی شما رو برای رسیدن به قلبیت تحریک می نماید؟ هر یک ورزشگر به خود یک مقصد دارد که به همون قلعه بلندی ورزشی نوری گردد و ما همین مقدر پیش خود مقصد گذاشتیم که به همین مدالی طلای چمپیونات جهان نوری گردیم و خدا هم با ما نصیب گردون که در امین چمپیونات جهان مدال طلا رو به دست آوردیم. برای شما عموماً برای یک ورزشکار چقدر مبلغ لازم است تا تمرین و آمادگی خوب ببیند؟ برای ورزشکار در یک سال برای چمپیونات جهان تئوری دیدن خیلی مبلغ زیاد صرف می شود و ما امسال من در شهری مسکوی فدراسیه روسیه بود که من طول 7 ماه با مشقای دسته جمعونه گذاروندم با تیم منتخبی سامبوی روسیه که در شهری نیژنی نوگورود فدراسیه روسیه یک مشقی دسته جمعونه گذاروندم و دویم مشقی دسته جمعونه من در شهری تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید که ما با رفیقم همسینفم امردین عظیموف که ما رو دستگیری کرد در مشقای دسته جمعونه روان کرد، ما توانستیم که این مشقای دسته جمعونه رو گذرانیم. با فکرتون مشکلات ورزشکاران ما در چیست؟ مبلغ، تالار ورزشی، مربیان خوب و یا چیز دیگر؟ برای ورزشکاران ما اول هر یک ورزشکار کدام نموده کدام سوهایی باشد ذوق و حواس داشته باشد در همون خیلی تالار باشد تمرین میکند. حاضر به همگان معلوم است که در شهر دوشنبه چقدر تالارهای ورزشی زیادن و پیشتر ما چمپیونات های جهان در برآمد میکردیم، جایزه پریزیدنتی هم نبود. از سال 2015 فرمانی جناب عالی محترم امام علی رحمان شد که برای غالبان و جایزه داران مسابقه های بین المللی از فوند پریزیدنت مبلغ پولی تیان و فقط برای ورزشگران ما ذوق و حواس، مهنت و پرچم دولت رو در جهان بلند برداشتند. از نگاه شما برای بیشتر روش نمودن گوشتین سامبو در کشور شرایط مساعد هست یا نه؟ خیلی تالارهای ورزشی خیلی زیادن، مربیای در سوهای گوشتین سامبو هم خیلی زیادن، مربیای پرتجربه هم در رشته همین نمود سامبو زیادن، تالارها زیاد هستند و فقط باز تکرار میکنم که ذوق حواس داشته باشند. تالارهای ورزشی هم هستند، دستگیری رهبری دولت هم هست و مربیای پر تجربه هم در وطن زیادند، فقط مهنت، ذوق حواس، مهنت کرده شرف تاجیکستان را حمایه نمودند. چهار مراتبه که در دوره های نهایی مغلوب میگردید، ناعدالتی های داوران بود و یا قوت بسندگی نمیکرد؟ قوت شما بسندگی نمیکرد؟ من در چمپیونات جهان به همگان معلوم است بین نورسان و جوانان عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردم و از سال 2010 که چمپیونات جهان بین کلانسالان در
همین اولین بار در شهر توشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردید که من سزاوار مدال نقره گشت برنجی گشته بودم و برای من چهار مراتبه دیگر در واخوری فینالی، یک واخوری فینالی رو من در سال 2017 در شهر سوچی فدراسیون روسیه مغلوب شدم و دیگر مسابقه هایی که چمپیونات جهان بود که در واخوری فینالی و واخوری نیم نهایی داورو نسبت من بسیار ناعدالتی میکردن و به همگان معلوم است که طریق آینه نیلگون مردم تماشا میکردن، میدیدن که چقدر من مغلوب میکردم، خال به دست میوردم، داورو خالی من را حساب نمیکردن. از همین سبب بسیارتر بود که من در چمپیونات جهان سازوار مدال نقره و برنجی میگشتم. وقتی که غالب اومدید بیشتر به چی میاندیشیدید؟ و هر یک ورزشکار به خود مقصد دارد که به همون قله بلند ورزشی نائل گردد و من وقتی که در این چقدر ناحقی و چقدر ناعدالتی و نسبت داوران نسبت من میکردند و وقتی که من غالب شدم از خرسندی من دیگر یاد ندارم که در چی کار کردم، در چی حالتم، از اشک چشمانم جاری شد. خیلی همون مهنت ها و همون زحمت ها و همون پیش نظر می بیاد و خیلی اشک شادی میکنه. بوریزه پشت سر میگردد، اکمل یک حرکت دیگر سری کیف رو استفاده و در حقیقت هم یک تلاش بود، یک مبارزه بود که واقعا هم صحیفه تاریخی بود، واقعا هم این روزی فراهه که با ما نصیب گردید. اکمل الدین، گریهتان برای چی بود؟ از روی احساس و یا ارمانی چندین سالتان؟ این گریه من از روی مهنت چندین ساله خودم بود که من باز تکرار میکنم که داورهای بودن که نسبت من ناعدالتی میکردند و در همین جا من عنوان قهرمان جهان رو به دست آوردم. همون داورایی که نسبت من ناعدالتی میکردن، همون ها هم اومدن به من رو تبریک کردن که بالاخره به همون قله‌ای که میخواستی من خداوند نصیب کرد، به همون قله رسیدیم و همون گریه هایی که بود برای همون مهنت و زحمت چندین ساله من بود که من همین مدال رو با عذاب و مشقت زیاد به دست آوردم. رقیب روسی که در فینال شکست دادید سال قبل محض از دست اون مغلوب گشتید. چی عامل شما رو کمک کرد تا در این موسم غالب بایید؟ بله، سال 2012 که در چمپیونات جهان شهر مینسک جمهوری بلاروسیا بود، این رقیب روس رو من مغلوب کردم در آخرین نیم نهایی و سال 2017 در شهر سوچی فدراسیون روسیه بود که من آخرین فینالی با این پهلوان روس خوازمایی کردم. از خودباوری زیاد که من او را چندین مراتبه غالب آمده بودم، از خودباوری زیاد من واخری فینالی را باختم، مغلوب شدم و این دفعه در این چمپیونات جهان به من استادا رفیقان من همونجا بودن خیلی مقصد توصیه دادن که مثلا انامین اصولی که استفاده میبرد همون دستی راستی وی را فقط مقصد می قپید نمیموند. من بسیارتر همین با تیاری خوب با همون فکرهای استادا من همین به میدان برامدم و غالب گشتم. احساسات مادرتان را چگونه بیان میکنید؟ بله، مادر طول چندین سال است، 11 سال است که بیمار است. از همین گوشتین همین سبب شد کاری ما همین ورزش، از فکر زیاد فشار بلنده یک طرفی بدنش کار نمیکند. همین داورا را ناحقی و ناعدالتی را که وی تاریخ آینه نیلگون میدید تماشا میکردن، فقط فکر میکردن، زیقی میکردن، به همین حال گرفتار شدن. شکرانه خداوند، حاضر خیلی خوب هستن و خیلی خرسند هستن، خیلی شاد هستن. همه وقت دعا میکنن که مقصد همه وقت دعا میکردن که همین عنوان قهرمان جهان رو بچم به فرزند ما نصیب گردد و دعاش قبول شد، ما رو خدا نصیب کرد عنوان قهرمان جهان رو. حاضر مادر خیلی شاد است. محمد شریف سلیمان وقتی غالب آمدید برابر شما میگریست، او از چند سالگیتان به شما حق استادی دارد؟
از سینی 12 سالگی استاد محمد شریف سلیمانوف ما طولی 15 سال تحت استاد محمد شریف سلیمانوف مشق و تمرین کردیم. وقتی که استاد 2013 به نفقه برآمدند، ما 2 سال تحت رهبری استاد دولت خوجا رحیموف تمرین کردیم و طولی 2 سال اخیر تحت رهبری استاد عبداللهیف عبدالرحمن در مکتب عمومی رقم 81 تحت رهبری استاد عبداللهیف عبدالرحمن مشق و تمرین های خود را ادامه دادیم و تا حال در استاد عبداللهیف عبدالرحمن مشق خود را دوام داده ایستادیم. آینده سمبوی تاجیک را چگونه دیدن میخواهید؟ من فکر میکنم که نفران و نورسان و جوانان این قدر چند قهرمان جهان است در گوشین سمبو، این گوشین سمبو در تاجیکستان رشد کرده است و مردم میبینند، تماشا میکنند و نورسان و جوانان ذوق و هوس دارند. در تالارهای ورزشی بسیار با همراهی پدر و مادرشون میبینند پیش مربیو که فرزند ما مقصد و مثل شما هم خیلی نامبرداری وطن و ملت شوم. من فکر میکنم که در تاجیکستان آینده گوشتین سمبو خیلی رشد میکند، هم خیلی قهرمان های جهان زیاد میشوند. بیننده عزیز، شما برنامه یک ورزشگر را از یوتیوب کانال جوانان تیوی تماشا کردید. ما را پیگیر باشید.